بنام خدا و به عرض سلام. بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. واشنگتن در واکنش به تصمیم کابل درباره رهایی 72 زندانی طالب از زندان بگرام روی گزینه صفر تمرکز خواهد کرد. این تصمیم کابل خشم واشنگتن را برانگیخته است و بیشتر مقام های امریکایی هشدار می دهند که این کار کابل بحث توافقنامه امنیتی را هم به بنبست می کشاند. بنبستی که در نهایت به گزینه صفر یا بیرون شدن تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان می انجامد. رئیس جمهور کرزی باری دیگر در رهایی زندانیان بگرام به تصمیمش پابندی نشان می دهد. گزارش دیروز شورای امنیت ملی ریاست جمهوری کارنامه های این زندانیان را این چنین فشرده می سازد. از میان 88 زندانی که در زندان بگرام زندانی هستند، 45 تن آنان کسان هستند که شواهد و یا مدارکی وجود ندارد که نشان دهد این 45 تن در فعالیت های حراس افگنانه دست داشتند. 27 تن دیگرشان کسان هستند که تنها گزارش های آنچنان معتبر درباره داشتن روابط آنان با حراس افگنان وجود دارد و 16 تن دیگر آنان کسان هستند که مظنون شمرده شدند و سند درباره آنان وجود دارد. اساس گزارش که ریاست امنیت ملی ارائه کردن فقط در مورد 16 تن از زندانیا به اساس گفته و به اساس معلومات و اسناد ریاست امنیت ملی در مورد 16 تن از اینا اسناد و شواهد کافی الزام و جرمی وجود داره که فیصله شد که 16 تن برای پروسه بعدی برای کار بیشتر به لوی سارنوالی افغانستان معرفی شوند و این تصمیم گرفته شد. در حالی که ریاست جمهوری میپذیرد که بخش از این زندانیان پیشینه جرمی داشتند، برای آنان تاکید می‌ورزد، اما میگوید که آن زندانیانی که درباره آنان شواهد جرمی و پیشینه حراس افغانی وجود دارد، برای بررسی‌های بیشتر به دادستانی کل کشور معرفی شدند. این بورد بررسی قضایای زندانیان بگرام وظیفه‌اش همی است که تشخیص بده کنم که چه کسان بی‌گناه در خیر هستند و چه کسان مجرم هستند و در برابر اونایی که اسناد وجود نداره و در برابر اونایی که بیگناه در قید هستند شواهد جرمی وجود نداره او را مدرسه عدلی و قضایی افغانستان و مرسل نوشتان ملومدار تصمیم میگیره، ولی اونایی که گناهکار هستند، اونایی که در برابرشان شواهد و اسناد وجود داره، اونا به مراجع عدلی و قضایی افغانستان، لوی سارنوالی و سایر مراجع معرفی میشن. رهایی این زندانیان بیشتر به واکنش‌های کاخ سفید روبرو شده است. مقام‌های آمریکایی و بسیاری‌ها در کشور به این باورند که این زندانیان پس از رهایی به میدان‌های نبرد برخواهند گشت و تهدید جدی در برابر نیروهای امنیتی افغان و خارجی خواهند بود. اما حکومت افغانستان در حالی که برگشت دوباره این گروه را به میدان‌های نبرد تضمین نمی‌کند، برای آنان از این زندان شتاب می‌ورزد. آزادی زندانیان طالب از زندان بگرام توسط کمیته مرور که به فرمان رئیس جمهور و موازی با نهادهای عدلی و قضایی ایجاد شده است، واکنش تند مقام‌های آمریکایی را نیز برانگیخته است. در افغانستان نیز نهادهای مدنی و مردم افغانستان از ادامه این روند نگرانند. آنان تاکید می‌کنند که رهایی این زندانیان ریختن هیزم به تنور دشمنان مردم افغانستان است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز تاکید می‌کند که پرونده‌های این زندانیان توسط دادگاه عالی به صورت انفرادی رسیدگی شود، نه به صورت جمعی. وزارت امور داخله به ویژه پلیس سرحدی این وزارت در جلوگیری از قاچاق وظیفه‌اش را به درستی انجام نمی‌دهد. این سخن را معین عواید و گمرکات وزارت مالیه می‌گوید و می‌افزاید که این وزارت تلاش دارد تا به افزایش تعرفه‌های گمرکی فرآورده‌های داخلی را پشتیبانی کند، اما واردات کالاهای بیرونی به گونه قاچاق افزایش می‌یابد و پلیس سرحدی هم بی‌توجه است. امور داخله این گفته‌ها را به شدت رد می‌کند و می‌گوید که وزارت امور داخله حتی از فساد گمرکات در بیشتر موارد جلوگیری کرده است. و در جریان درگیری ها میان جنگجویان مخالف دولت سوریه و نیروهای گروه دولت اسلامی شام و عراق دست کم 482 نفر کشته شدند. نهاد ناظر بر حقوق بشر در سوریه روز گذشته با بیان این مطلب گفت که گروه دولت اسلامی عراق و شام 42 زندانی را در شهر حلب کشته است و در واکنش به این عمل این گروه جنگجویان مخالف دولت سوریه نیز 47 عضو این گروه را اعدام کردند. از امرویتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.